دوستان عزیز، ادامه میدیم سوال 21. آزمون تولک سوالاش معمولا راحته، فقط اصطلاحات بدقلق میاره. مثلا اینجا برادیکاردیا. آقا کسی کتاب کمبریج میخونه، کسی که کتاب آی بی دیپلوما میخونه، معمولا این اصطلاحات رو نمیبینه. این اصطلاحات فیزیولوژیه، اصطلاحات تخصصیه. این طرف اومده سواله ساده داده، حالا چند تاشو برای اینکه سخت کنه اصطلاحات جدید آورده. این تو آزمون تولک زیاد میافته، این اتفاق تو آزمون تولک زیاد میافته، تو آزمون آیمت به ندرت این اتفاق رخ میده. مثلا این الان سوالی که واقعا با حذف گزینه هم نمیشه جواب داد، شما واقعا باید این اصطلاح شنیده باشید. بچه ما دوتا اصطلاح داریم، یکی در واقع برادیکاردیا هستش، یکی تاکی کاردیا هستش. این دوتا اصطلاح. کمی قلمم رو ریزتر کنم، رفتم یه میز پایین رو بودم، خاکی بود، دمای من خارج گرفت. تاکی کاردیا موقعیه که به اصطلاح ضربان قلب حالت نرمال بیشتر زیاد بودن ضربان قلب، یا همون هارت بیت، حالت نرمال. مثلا اگه نرمال 70 تا ضربان در دقیقه است، این میرسه مثلا به 100 تا، به 90 تا. اصطلاح مخالفش برادیکاردیا هستش. برادیکاردیا در واقع یعنی کم بودن ضربان قلب حالت نرمال. یعنی اگه نرمال 70 تا، ضربان قلب میرسه به 40 تا، که بهش میگیم برادیکاردیا. میتونه مثلا در اثر یه سری بیماری ها رخ بده، یا در اثر مثلا هیجان. دیدی شما هیجان میگیری، ضربان قلب میره بالا، استرس میگیری، یه ببر تو خیابون میبینی، استرس میگیری، دچار تاکیکاردیا میشی. ولی ممکنه این سری از داروها رو بخوری، ضربان قلبت کم بشه، خیلی رمانتیک بشی، خیلی آروم بشی، این میشه برادیکاردیا. خب برادیکاردیا چیه؟ A heart rate below normal. گزینه A. بقیه‌اش که اصلا چیزای خیلی عجیب غریبی میگه. تو بی داره میگه آقا میوکارد نمیدونم کوچیک‌تر بشه، این که داره اصلا فشار خون رو بررسی میکنه. مورد سه که داره میگه که ناهنجاری دریچه های دهلیزی بطنی، یه چیز خیلی عجیب غریب. 22. The production of which substance can be compromised by a pathology of interest, the endocrine pancreas. داره میگه تولید کدوم که از این ماده های زیره که میتونه به خطر بندازه توسط یک پاتولوژی که توی به اصطلاح قسمت اندوکراین پانکراس رخ داده. پاتولوژی یعنی آسیب، حالا خود پاتولوژی یعنی آسیب شناسی. یک در واقع آسیبی که تو قسمت اندوکراین پانکراس رخ بده، تولید کدوم ماده کمپی کامپرومایز به خطر میافته. آقا پانکراس آسیب ببینه، تولید کدوم ماده به خطر میافته؟ خب بیا ببین پانکراس چی تولید میکنه. اندوکراینش هم گفته اندوکراین پانکراس، حواست باشه اندوکراینش. اندوکراین پانکراس دو تا چیز ترشح میکنه تو سطح شما: انسولین، گلوکاگون. اگزوکراینش لیپیز، پروتئیز، نوکلئیز، آمیلیز و چیزهای دیگه. انسولین و امیلیز. گاسترینه که سلای معده ترشح میکنه، سلای در واقع اینترو اندوکراین توی به اصطلاح معده هستن که این هورمون رو ترشح میکنن. گاسترین میاد اثر میذاره رو خود معده، یعنی از معده ترشح میشه و اثر میذاره رو خود معده، پاراکراین میشه. گفتیم قدرت پاراکراین، اصلی که ترشح میشه اون حوالیش اثر میذاره، یه وارد خون نمیشه اما حوالیش معمولا اثر میذاره، که روی به اصطلاح سلای کناری اثر میذاره، پریتاسل. و پریتاسل میگه تولید هایسل زیاد کن. و روی سلای چیپ سل، سلای اصلی اثر میذاره، میگه آقا تولید لیپاز و پروتاز رو بیشتر کنه. لیپاز که نه، عمدتاً پروتاز. این کار گاسترینه. هیستامین هم که در واقع توی واکنش التهابی و اینا نقشش، توی حساسیت و اینا. آدرنالین هم که در واقع از قسمت مدولای قده آدرنالی فوکالی ترشح میشد. اکسیتوسین هم که در واقع ساختش توی هایپوتالاموس بود، ترشحش توی هیپوفیز پسین، هیچ ربطی به قسمت پانکراس نداشت. جواب گزینه A. این هم سوال ایزی حساب میشه. این ایزی حساب میشه. 21 رو من میگم میدیوم. چرا میگم میدیوم؟ چون که فقط باید اصطلاح رو میدونستید و میدونم عمده شما این اصطلاح رو بلد نیستید. 23.
In which tissue are cellular elements called chondrocytes؟ داره میگه توی کدوم بافت به اون اجزای سلولیش میگیم کندروسایت. بچه ها کندروسایت اسم در واقع سلول های بافت قضروفه. این هم باز اون سوال هایی بودش که این اسمایی آورده بودش که اذیت میکنه. کندروسایت سلول هایی که قضروف هم میتن، سلول های قضروف سازن. کارتیلیجیونس یعنی قضروفی. دنس کانکتیو یعنی بافت پیوندی متراکم که کندروسیت نداره. کاردیاک ماسل، کاردیاک ماسل هم که خب در واقع نیم سلول قضروفی نداره تو خودش. این پایینیش که داره میگه به اصطلاح مورد دی کانسلس، کانسلس بون. بچه ها کانسلس بون همون اسم دیگه اسپانجی بون یعنی بافت در واقع اسفنجی استخوان هستش. ببین باز دوباره اومده با اصطلاح شما را حذف کنه. ما گفتیم اگر این استخوان باشه، استخوان دو نوع بافت داره، یکی بافت فشرده یکی بافت اسفنجی، که بافت اسفنجی عمدتا دو سر استخوان بود. اسپانجی، اسپانجی بون بهش میگیم، یکی اسپانجی بهش میگیم، اسپانجی، یکی ترابیکولار بهش میگیم، ترابیکولار، ترابیکولار یعنی تیغه تیغه تیغه. می‌بینید این تیغ‌های استخوانی اینجا وجود داره، ترابیکولر بهش میگیم، و یکی هم کانسلس، کانسلس. این سه تا عبارت براش در واقع به کار میره. اینجا هم که عمدتاً بافت فشرده داریم یا دنس که توی سامانهای هاورس و اینا رو داشتیم. این هم از کانسلس بون. گلندیولر اپیتلیار، گلندیولر یعنی قده‌ای، اپیتلیم یعنی پوششی، یعنی بافت قده‌ای پوششی. خب قضروف تو بافت قضروفی دیگه، سلول قضروفی. کندروسیت اسم سلول در واقع بافت قضروفه. توی حالا اگه دوست داشتید میتونید در رابطه با اینا مطالعه کنید. سلول بافت استخوان یعنی بافت استخوان اینا هستن، یکی در واقع استئو بلاست، یکی استئوسیت، استئوسایت، یکی استئو کلاست هستش. البته استوکلاست نمیتونیم بگیم سلول، یک مجموعه، این مجموعه هستش. استوبلاستا معمولا اطراف استخوان قرار دارن و استوسیت ها رو تشکیل میدن. استوسیت همون سلول استخوانیه، سلول استخوانی هستش. استوکلاستا یه مجموعه اصلاً که کنار هم قرار گرفتن، کارشون تنظیم کلسیوم و اینا در واقع هستش. اینا رو میتونید سرچ کنید و فانکشنشو یاد بگیرید. من دماغم بد جور میخوره، عذر میخوام. خب اینم در واقع از اینجا. یه تسل سطح پوست چی بود؟ کرانوسایت. 24. What is meant by secondary structure of a protein؟ داریم میگه آقا وقتی ما میگیم ساختار دوم پروتئین منظور چیه؟ The conformation of the polypeptide chain in alpha helix or beta sheet regions. خیلی در واقع واضحه. ببخشید گوشیم زنگ میخوره. ببخشید در زده بودم، مجبورم در باز کنم. داشتم بهتون میگفتم آقا ساختار دوم پروتئین اون زنجیره پلی‌پپتیدی که داریم، حالا بین آمینو اسیدش میتونه پیوند هیدروژنی تشکیل بشه و به شکل آلفا هلیکس در بیاد که اینطوری مارپیچی بود، یا به شکل بتا شیت در بیاد، یعنی ساختار صفحه‌ای دیگه. ساختار پروتئینو من درس دادم، تو ویدیوش هم تو یوتیوب هست ببینید. توی ویدیو 7-8 دقیقه من این 4 تا ساختار پروتئین رو با یک کاغذ کامل در واقع نشون دادم که خب این کاملا داره اینجا گزینه یک همون رو نشون میده. آلفا هلیکس اون مارپیچیش بود، بتا شیت اون ساختار صفحه‌ای پروتئین بود. اینم در واقع از این مسئله. یه تست 12 من بالا جا افتاد الان فهمیدم، الان اونم حلش میکنیم. B. The form it takes immediately after synthesized. داره میگه که تشکیلش بلافاصله بعد از تولیدش. نه، اول ساختار اول شکل میگیره، بعد ساختار دوم. بعد از تولید پروتئین ساختار اول شکل میگیره، ساختار دوم. It's nucleotide sequence. پروتئین توش نوکلئوتید داره. این چه چرت و پرتی. It's amino acid sequence. میگه توالی آمینو اسید است. آقا این ساختار اوله، پرایمریه. ساختار اول پروتئین است که آمینو اسید با پیوند پپتیدی به هم وصل میشن، زنجیره خطی میسازن. همین، هیچ پیوند دیگه به جز پیوند پپتید شکل نمیگیره. نه ساختار دوم.
E. The number of subunits of which the active protein is composed. در میگه تعداد اون به اصطلاح زیر واحد هایی که اون پروتئین از اون تشکیل شده. تو ساختار دوم سکندری استراکچر کلا یه رشته پلی‌پپتید داریم، ساب یونیت نداریم. تو ساختار سوم هم یکی داریم، وقتی پروتئین ساختار چهارم تشکیل بده میشه بیش از یه رشته، مثل هموگلوبین دو تا آلفا دو تا بتا، چهار تا ساب یونیت داره. ولی خب این تو ساختار دوم کلا یه رشته پلی‌پپتید دیگه ساب یونیت نداره اینجا، که خب این هم در واقع غلط. بریم اون تست 12 که جامون رو ببینیم. اون من در رابطه با میتوکندری سولر رو تحلیل کردم، یکی جامون ببینم دیگه جا نمونده باشه. انقدر وسط زپه اتفاقات عجیب غریب با اینا رخ داد، من مجبور شدم بلند شدم برم تلفن جواب بدم. بعد صاحبخونه اومد، داشتم با اون صحبت میکردم، ایتالیایی هم که حالت نیستیم به سختی. To which class do the enzymes responsible for the bond between two molecules belongs؟ داریم یکی چه نوعی به اصطلاح از این آنزیما مسئول به اصطلاح تشکیل پیوند بین دوتا مولکوله؟ آنزیم لایگیز، هایدرولیز، ترانسفریز، اکسیدوریدکتیز و آنزیم لایگیز. لیگیز لایگیز جفتش خونده میشه. بچه ها اگه رپلیکیشن رو یادتون باشه، وقتی اوکازاکی فرگمنت ها شکل میگرفت، لیگاز میومد این دوتا مولکول اوکازاکی فرگمنت ها اینطوری به هم وصل میکرد، سیل میکرد، یعنی مهرموم میکرد. خب این کار آنزیم لیگازه. داریم میگه چی؟ کدوم این تایپ آنزیما مسئول تشکیل پیوند به دوتا مولکول؟ آنزیمای هیدرولاز. هیدرولاز این کار انجام نمیده. الان بهتون هیدرولاز اینجا براتون مینویسم. ببینید آنزیم هیدرولیز کارش انجام هیدرولیز، این تو واکنش هیدرولیز در واقع شرکت میکنه. به براتون بنویسم، توی هیدرولیز انجام میده، یعنی آب مصرف میکنه که یه مولکول رو بیاد بشکنه، یه دونه مثلا دورش مولکول رو بیاد بشکنه، این کار هیدرولیز. ولی اینجا داریم میگه که تشکیل بده پیوند رو بین دوتا مولکول، پس اینجا داریم با تشکیل امساعد میکنیم. اینجا این فرم بوده، فرم ده باند بوده، حالا اینجا بد ترجمه شده. ترانسفراز های دستی از آنزیمان که یک مولکولی رو انتقال به یک مولکول دیگه. مثلا ما یک آنزیم داریم به نام استیل ترانسفراز. استیل ترانسفراز یعنی آقا این گروه استیل رو میاد منتقل میکنه به یک مولکولی، که خب این هم باز میبینیم به صورت سالمون نمیخوره. آنزیمای اکسی در واقع اکسیدوریداکتیز، آنزیمایی که تو فرآیند اکسایش کاهی شرکت میکنن، که خب این هم باز میبینیم نمیخونه با صورت سالمون، یعنی تو فرآیند عدسه الکترون و گرفتن الکترون، این هم در واقع میره. و اما آنزیم های در واقع لایز که اینجا میبینید، لیاز هم بهش میگن، این هم شکستن رو انجام میده ولی انواع هیدرولیز نیست. ببینید ما وقتی میخوایم یک به اصطلاح مثلا یه دیساکاریدیو دو تا ساب یونیتیو بشکنیم، یکی از راه ها هیدرولیزه، ولی همیشه شکستن ها هیدرولیز نیست. میتونیم یه مولکولی رو بشکنیم ولی آب مصرف نکنیم، پس این هم واکنش شکستن بدون مصرف آب هستش. پس هایدرولیسیس با لایز بخوایم، با لایز یا همون لیز هم بهش میگن لایسیس، فرق این دوتا تو اینه که اون آب مصرف میکنه برای شکنه ولی این آب مصرف نمیکنه، هم در واقع از این سوال. اما ادامه سوالات. The genetic code is composed of 64 codons, 3 of which are stop. در میگه که کدهای ژنتیکی 64 تا کدون تشکیل شده، که اون 64 تا سه تاش کدونای پایان. خب کاملا درست، سه تا کدون پایان که در واقع توی به اصطلاح ام آر ان ای میشه کدونهای یو جی ای، یو آر جی و در واقع یو آر آر. این سه تا کدون پایان باعث پایان ترجمه میشه. هر کدوم این سه تا کدون پایان اگه بیاد توی جایگاه به اصطلاح ای ریبوزوم، عوامل آزاد کننده یعنی در واقع ریلیز فاکتور میاد توی جایگاه ای و باعث جدا شدن ریبوزوم و اون رشته پلی پپتیدی و تی آر ان ای میشد. یعنی اینا معرف آمینه اسید نیستن.
یه بایولوژیست آمریکایی اینا رو رمزسازی کرده خیلی بالد، میگفت you go away you are gone you are away، برای مثلا حالا رمز گذاریش اینکه جواب میشه خوب وزن A. B is composed of 64 codons coding for amino acids. نه دیگه 64 تاش برای آمینو اسید کد نمیکنم، میگه تشکیل شده 64 تا کدونی که به اصطلاح کد گذاری میکنم برای آمینو اسید. میگه تشکیل شده 64 تا کدون، هر کدوم از اونا کد میکنه برای یک آمینو اسید مختلف. خب باز دوباره همون بیو داره میگه دیگه، داریم میگه که تو هر جانداری از یک جاندار به جاندار دیگه متفاوته، different from one organism to another. خب این همین نیست، اگه مثلا IUG تو بدن من متیونینه، IUG تو بدن گربه هم متیونینه. این توی موجودات در واقع مشابهه و اصلا یکی از شواهد تکاملی هستش که این رمزا بین ما موجودات مشابه هست. ای In eukaryotes, it is made up of DNA, while in virus, it is made of RNA. یعنی که توی یوکاریوت ها از DNA تشکیل شده، به اصطلاح کدهای ژنتیکی توی ویروس ها از RNA. خب این چیز چرت و پرتیه، چون که ویروس ها لزوماً اصلا همشون RNA دارن، یه سری ویروس ها DNA دارن. ویروس میتونه DNA تکرشتهی یا DNA دورشتهی یا RNA تکرشتهی یا RNA دورشتهی داشته باشه. یک کدوم این چهار حالت داره که ویروسایی که آنی دارن بهش میگیم رترو وایرس، که خب اینم در واقع هضم میشه. قسمت بعدی هم براتون ضبط میکنم.